ببخشید میکروفون من باز نمیشد. عرض میشود که خب چند تا مسئله بود در سخنانی که طرح کردن، چند تا نکته رو من خوبی که روشن بکنم، حالا تا وقتی که مجالی هست برای گفتگو، یعنی وقت مناظره مون است. ببینید وقت مناظره افتضاح بود. ببینید جناب زئوس عزیز، شما چند بار تعبیر توجیه رو به کار بردی. توجیه اگر منظور اون بار معنایی منفی که این کلمه داره، من اتفاقا توجیه رو به این معنا به کار نمیبرم. یعنی شما باید دلیل اقامه کنید. له این مدعا که خدا وجود نداره، من موجه بودن رو به معنای جاستیفیکیشن به کار میبرم و معتقدم که میشه از ساحت قدسی هستی دفاع معرفتی کرد. به تعبیر دیگه این مدعا که هستی واجد ساحت قدسیه، ارزش معرفتی و اپیستمیک ولیو داره. حالا ببینید شما یه جوش نمیدانم اون، چون اشاره به کارهای من کردید، اون شوخی با خدا و عرض میشه و شوخی خدا، اون که من گفتم مسئله مهم، نه اینکه چون من میگم مهمه، یعنی بعد انسان شناختی اگزیستنشیل داره. ببینید مسئله شر من توجه دارم و گفتم شرور انسانی رو از شرور طبیعی تفکیک میکنیم. همه یه سخن من اینه که یک مسئله منطقی رو پاسخ منطقی غالباً باید بهش داد، اما یه بخش مهمی از مسئله شعور مسئله و سویه اگزیستنشیلشه، همون سویه وجودیشه، و پاسخ دادن به اون یا حالا اشاره که به فرانکل کردم و دیگران، اون بعد اگزیستنشیلش که منم آوردم مقفول مانده. من گفتم حالا چه در سنت نواندیشی دینی چه در سنت الهیاتی ما به مسئله اگزیستنشیلش پرداخته نشده کامل و یا اصلا خیلی کمرنگ پرداخته شد. و بعد این که شما میگید که من فکر میکنم هرچه در این باب ما سخن بگیم کمک میکنه، یعنی اون رایی که ویکتور فرانکل رفته تو سنت یهودی مسیحی، ما هم در اینجا باید بریم به این قصه بپردازیم. بله اون فیلسوف نبود، منم توجه دارم، متفکر اگزیستانسیالیست بود، اما این تفکیکی که من میکنم بین سویه منطقی و سویه وجودی مسئله شر تفکیک مهمیه، یعنی پرداختن به اون، چون خیلی ها تصور میکنن که این درد و رنجی که آدمیان پیرامونی میبرن، البته که این چنینه، البته که این چنینه. شرور منم اشاره کردم، اون نوزاد ناقص الخلقه یا کرونا یا همین آشویتز، تماما انسانهای پیرامونی رنج میبرن. حالا نکته اینجاست که اون بعد اگزیستنشیلش مستقلا بهش پرداخته باید بشه، بعد وجود ببخشید بعد منطقیش مستقلا. این که شما میگین ما با خدای فلان کار نداریم و بهمان، یه مفروض ذاتگرایانه در سخنان شما هست که من با اون مواجه نیستم. ببینید من چنان که مسئله شر تو سنت ایرانی اسلامی تقریر شده بهش میپردازم، با اون رو به بحث میگذارم. کارهای من رو دیده اید، از الهیات سینوی مشائی هم دفاع میکنم در این باب، فکر میکنم خوب میشه این رو توضیح منطقی. شما اشاراتی حالا در بخش اول سخنانتون به قصه دعا کردید و استجابت دعا، ما یک تلقی از دعا نداریم. بعدم کجا رابطه ضروری میان دعا کردن و استجابت دعا مفروض بوده؟ شما در متون دینی هم که نگاه بکنید هیچ سخن از ضرورت استجابت دعا نرفته. در قرآن که متن مقدس مسلمانان است میگوید ادعونی استجب لکم، دعا بکنید دعای شما مستجاب میشود، یعنی پاره ای از دعاها مستجاب میشه پاره ایش هم نمیشه. و حالا اگر دیده باشید بحثی که من اخیرا راجع به انواع نیایش کردم، 6 نوع نیایش رو از یکدیگر تفکیک کردم، نیایشی که در ادیان ابراهیمی سر برآورده است و در ذیل اون نیایش مخاطب محور، بعد نیایش عرفانی، نیایش معنوی، نیایش آرزومندانه، نیایش حکیمانه، اینا تماما که رواقیون میکردن فیلسوفان ما. من میخوام بگم ما وقتی که راجع به این مسئله سخن میگیم، قصه دعا باشه یا نیایش، قصه شروع باشه، این کثرت غیر قابل تحمیل به وحدت رو در بحثمون باید ببینیم. و این نیست که ما با اون خدا کار نداریم، یعنی چی دقیقا؟ با کدوم خدا؟ چون خدایی که ازش سخن رفته در سنت اسلامی ایرانی بروز و ظهور کرده در این سنت، در سنت عرفانی ما، در سنت کلامی ما، در سنت فلسفی ما، اینا بروز و ظهورات. شما اگر میخواید به نسبتی میان مسئله شر و خدا بپردازید که ملاحظات انتقادی هم دارید، باید همه اینها را هر کدوم مستقلا بهش بپردازید. من در همون مصاحبه مفصل الهیات سلبی رو از الهیات ایجابی تفکیک کردم، خودم با رأی برخی
هم داستان ترم، برخی رو نمیپسندم. در این حال یک کثرت اینجا وجود داره. موضع مختار من الهیاتی است که برمیخیزه از مشی و مرام مشاییون و اینکه قائلم به خداوندی که واضع قواعده. تو این تصویر دعا هم استجابتش یا بروز و ظهورش قابل تبیینه، چنان که من اونجا آوردم. کسی نگفته که دعاها ضرورتا مستجاب میشه، همچین ادعایی نشده. بعدم ببینید بحثی که ما داریم میکنیم غالبا بحث فلسفی الهیاتیه. از تعابیر ویتکنشتاین استفاده کنیم، بازی زبانی دینداری متعارف، از بازی زبانی الهیات فلسفی، از بازی زبانی عرفان مستقله. من اینجا الان کاری به دینداری متعارف ندارم، یعنی اونام یک، چنان که از قول دیزیکلیپس در اون مصاحبه هم آوردم، یک نوع توضیحی میدهن در باب این قصه. من الان به اونا کاری ندارم، چون بحث ما بحث الهیاتی فلسفیه و توی این تصویر خب تلقی که من از خدا دارم میکوشم یه تلقی آببندی شده باشه، نه یه خدایی که آنتروپومورفیزم پررنگی داره، به سانه خدایی که بر عرش نشسته، بر ابر نشسته و یه سلطان مقتدره. خب این یه تصویر از خداوند. اما در بحث الهیاتی یا عرض می شود الهیات فلسفی به تعبیر دقیق و یا بازی زبانی عرفانی، که الان ما بازی زبانی عرفان نمی کنیم، در بازی زبانی الهیات فلسفی هستیم، اون یه تصویر و تلقی دیگه ای از خداست. و در اون تصویر درک من اینه، واقعا اخیراً هم در انگلستان برنامه پرگار بودم، به زودی پخش میشه، راجع به تصورات مختلف از خدا در سنت اسلامی با دوست و برادر عزیز جناب آقای یوسفی اشکولی. اونجا هم آنچه که الان عرض میکنم رو، چون بحث تصورات تا مختلف از خدا اشاره کردم. ببینید یه تعبیری هست در عهد عتیق، میگه که اگه اشتباه نکنم در سفر خروجه، که نام خدا را بیهوده بر زبان میابند. این تعبیر تو عهد عتیقه، شبیه به این رو ما تو قرآن هم داریم، لیس کمثله شیء یا هو اول و الاخر الظاهر و الباطن. نمیگم به لحاظ معنایی اینه، با قرابت داره، یه جور خدایی که سویه تنزیهی داره. من وقتی که راجع به مسئله شروع بحث میکنم، بحث فلسفی الهیاتی با هم میکنیم، درکم اینه، جد و جهدم اینه که آیا میشه تصویری از خداوند به دست، تصویری در بازی زبانی الهیات فلسفی، بازم تاکید میکنم، که این تصویر با وجود تحقق شرور طبیعی سازوار باشه یا نه. پاسخ من مثبت. البته ببینید شما چند بار از خدای علم عدل، من اینو میخوام شما از خدا نام بردید که علمش علل اطلاق توانش، من میخوام میگم در الهیات فلسفی که من باور دارم، خدا نمیتونه یه دایره بیافرینه که شعاعش با هم برابر نباشه، یعنی قوانین طبیعت تخطی ناپذیره. این رو فیلسوفان مسلمان هم، حالا خصوصا حکمای مشائی هم گفتن. به همین خاطر است که وقتی میگید مسئله خدا، من به اون تصویر خدا کار ندارم، میخوام بگم تا چه تصویر و تلقی از خدا رو برکشیم. این تصویر و تلقی از خدا در سنت ما جاری و ساری، یعنی حکیمان، فیلسوفان، عارفان هر کدام از منظری بهش پرداختن. اگر خدا نتونه دایره بیافریند که شعاعش برابر باشن، که من این تصویر رو دارم، یعنی درک و تلقی بنده همچنان که درک و تلقی بوعلی و عموم حکمای مشاری از علم خداوند، قدرت خداوند متفاوت بوده با یا متفاوت میتواند باشد، و توی این نظام فلسفی اون رو بشه توضیح داد. خدایی که واضع قواعد، خدایی که قواعدی وضع کرده و این قواعد در هستی جاری و ساری. اگر از تعابیر اونها بخوام استفاده بکنم، چون بحثمون فلسفی، امیدوارم این تعابیر برای مخاطبان رهزن نباشه و ملال انگیز، احیانا معتقدن دار تجرد این قواعد که هست میاد به دار تکاسف میاد و در هستی جاری و ساری میشه و کسر و انکسار و تأثیر و تأثیر اینها با یک دیگر است که امور رو در عالم رقم میزن، از خلق نوزاد ناقص الخلق بگیرید تا عرض میشود که زلزله، تا اتفاقاتی از اون دست، رویدن گل و سربراوردن بوستان و انسان‌های هوشمند و زیبایی‌های در طبیعت و همه اینها با هم. بعد اون وقت شما تو این فضا، چنان که در اون مصاحبه و کتابم آوردم، اون وقت قصه دعا رو از جنس روان کردن خواسته و عرض می‌شود که خواسته خود در هستی، که اینم یه قانون از قوانین طبیعت، این خیلی با اون روایت که شما گفتید که فانتزی و ایناس فرق می‌کنه، کاملا یه مبنای منطقیه، یعنی
دست کم اینه که میشه اون رو موجه انگاش و ازش سخن گفته، به نظر من موجهش هم کرد. یعنی این که یک همون نیایش حکیمانه مطابقه با آنچه که آوردم. حافظ میگفت چی؟ حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. این همون تعبیر دیگه ای از نیایش حکیمانه یا نوعی دعا کردن که فرد خودش رو بعد خواستش رو در هستی جاری میکنه. و این یکی از تعبیر دینی بخوام بگم، یکی از سنت های طبیعیه یا سنت هایی که در هستی جاریه. در قرآن داریم فکر میکنم در سوره اسراء ولا تجد لسنتنا تحویلا، میدونید اون سنن الهی که ازش یاد شده تو این تصویری که من دارم، تو این تصویری که من دارم که میگم در بازی زبانی الهیات فلسفیه، چون بحث ما این چنین وقت تو دل این تصویر روانه کردن نیایش و خواسته خود که حالا من بهش نیایش حکیمانه میگم، در هستی کاملا علل اصول متصوره که آثار و نتایجی برش بار بشه یا به تعبیر دینی مستجاب بشه. توجه میفرمایید؟ و این با اون فرض تحقق شرور طبیعی در عالم چنان که آوردم، اون بحث منطقی شالا الان دعا رو شما اضافه کرد. ما ابتدا راجع به شرور داشتیم سخن میگفتیم، ای بی هم نداره چون شما دوباره اشاره کردید منم آوردم. اون بخش اول تحقق شرور طبیعی در این عالم، درک من اینه که بله خدایی که واضع قواعد بوده و تأثیر و تأثیر این قواعد بر روی یکدیگر امور رو در عالم تحقق بخشیده. ما وقتی نگاه فلسفی میکنیم توجه دارید به قواعد نحوه تحقق امور در عالم، این ناسازوار نیست. اون بعد منطقیش رو عرض میکنم، لاجیکال اسپکتش، و بعد میشه به لحاظ الهیاتی تصورات مختلف از خداوند رو به دست داد. شما یه مفروض ذاتگرایانه داریم، این که اگر من بگم خداوند علمش یا قدرتش، حالا مشخصا قدرتش به خلق دایرهی با شعاهای نابرابر تعلق نمیگیره، این در دل سنت الهیات اسلامیه، در دل سنت فلسفه اسلامیه. من از این مخزن استفاده میکنم که روایت مختار خود در بازی زبانی الهیات فلسفی رو به دست. حالا دیگری و فلانی چه میگوین یا در بازی زبانی دینداری متعارف چه میگذرد در بحث الهیاتی فلسفی عالمانه ما مستقیما مربوط نمیشه. و بعد هم من استشهاداتی که میکنم به سنت دینی، به آرای فیلسوفان، به متن مقدس برای برکشیدن این روایت، بخشی از سعه بخشیدن به این مقوله و ادبیات مقوله شر در عرض میشود ذیل سنت ایرانی اسلامی. عرضم تمام.